و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز چهارشنبه از ایندیاناپولیس در باشگاه خواهران مرکز کنوانسیون ایندیانا حضور پیدا کرد و درباره اهمیت انتخابات سرنوشت ساز ماه نوامبر در آمریکا صحبت کرد. همکارم خسرو رنجبر گزارشی داره از این رویداد، با هم ببینیم. از هفته پیش که پرزیدنت بایدن کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری و سپردن مشعل دموکراسی به نسل بعدی را اعلام کرد، این از نخستین دیدارهای کامالا هریس نامزد احتمالی ریاست جمهوری دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر است. خانم هریس رهبری پرزیدنت بایدن را ستود. جو بایدن از لیدر ویت بولد ویژن. جو بایدن رهبری است با بینش شجاعانه، به آینده می‌اندیشد. مراقب آینده است. از اراده فوق‌العاده و احساسات ژرف برای مردم این کشور برخوردار است. کامالا هریس حزب رقیب را متهم کرد که می‌خواهد آمریکا را به عقب ببرد. So I say as we work to build a brighter future and to move our nation forward. من میگویم همزمان با تلاش برای ساختن آینده‌ای درخشان‌تر و حرکت دادن کشور به پیش، باید مراقب آنهایی نیز باشیم که تلاش دارند ما را به عقب ببرند. شاید برنامه‌شان را دیده باشید. بخشی از آن را پروژه 2025 نامیدند. باورتان می‌شود چنان چیزی را نوشته باشند؟ 900 صفحه است. پروژه 2025 می‌خواهد آمریکا را به گذشته تاریک بازگرداند. خانم هریس به کارنامه رئیس جمهوری پیشین پرداخت و گفت با نصب 3 قاضی در دیوان عالی فدرال زمینه لغو قانون 70 ساله حق سخت جنین را فراهم کرد. وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری بود، 3 قاضی دیوان عالی را منصوب کرد چون از آنان می‌خواست قانون حق سقط جنین را لغو کنند. دیوان عالی در زمان قاضی تورگود و قاضی گینزبرگ آن را تایید کرده بود و آنچه را ترامپ می‌خواست آنها انجام دادند. به شما قول می‌دهم وقتی رئیس جمهوری شدم و کنگره قانون بازگشت آن حکم را تصویب کرد، آن را امضا کنم تا قانون شود. کامالا هریس انتخابات ماه نوامبر را تاریخ ساز خواند و گفت با امید و خوشبینی و ایمان به آینده برای آرمان دموکراسی بجنگیم. و همزمان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تجمع روز چهارشنبه طرفدارانش در ایالت کارولینای شمالی تقریبا همه سخنرانیش رو به حمله به کامالا هریس نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات اختصاص داد. گزارش سامان پژوهان رو ببینیم. دونالد ترامپ در آغاز سخنرانی به پرزیدنت بایدن حمله کرد و حرکت حزب رقیب در روی آوردن به خانم هریس و حمایت از او را غیر دموکراتیک خواند. می‌دانید 3 روز پیش ما رسماً بدترین رئیس جمهوری تاریخ کشورمان جو بایدن شیاط را شکست دادیم. کنار رفت چون بد جوری در نظرسنجی‌ها عقب مانده بود. در همه نظرخواهی‌ها و در تک تک آنها بازنده بود و کنار رفت. اما رهبران و رؤسای حزب دموکرات در حرکتی واقعا غیر دموکراتیک به او گفتند کنار برو یا با استناد به اصل 25 قانون اساسی کنارت می‌زنیم و دیدید که چی شد. دونالد ترامپ سپس حمله را متوجه کامالا هریس کرد. و حالا ما یک قربانی جدید داریم. کامالا هریس دروغگو، ناشایسته ترین و چپگراترین معاون رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا. و یک چیز دیگر، آیا نظرسنجی را دیدند؟ نامقبول ترین معاون ریاست جمهوری در تاریخ. من هرگز پیشتر چنان رتبه پایینی را به یاد ندارم، اما همین است که هست. آقای ترامپ با انتقاد از سیاست دولت بایدن در امر مهاجرت و اینکه مرز آمریکا با مکزیک به خاطر سیل مهاجران ناامن است، قول داد اگر به کاخ سفید بازگردد، مرز را ببندد. On my very first day back in the White House, I will terminate every single open border policy of the Biden-Harris administration. درست همان روز اول که به کاخ سفید بازگردم، به همه سیاست‌های دولت بایدن هریس در زمینه مرزها پایان خواهم داد. ما مرز را خواهیم بست و هجوم کامالا هریس را بدون هیچ تأخیری متوقف خواهیم کرد. این امر بیدرنگ اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه در نظرسنجی ها به مراتب از خانم هریس جلوتر است گفت علت این امر چپگرا بودن کامالا هریس و سیاست او در زمینه سخت جنین است. سخنان آقای ترامپ خطاب به خانم هریس اینطور پایان یافت: کامالا،
ما تو را هیچ جایی نمی‌خوایم. اخراجی. برو از اینجا. اخراجی. سامان پژوهان، صدای آمریکا.